خوش آمدید. سپاسگزارم. درود بر شما بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم. خب بذارید خانم گردآفرید عزیز، قبل از اینکه وارد بحث اصلی خودمون امشب بشیم، یک سوالی مدت هاست در ذهن منه و من این سوال رو مطرح کنم، چون میدونم که با توجه به شناختی که دارم میدونم که این برمیگرده به صحبت امشبمون. شعری هست که سعدی علیه الرحمه میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که تربت بر آن تربت پاک باد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این میازار موری که دانه کش است متعلق به کجای شاهنامه است، یا اصلا متعلق به شاهنامه است؟ بله، در داستان ایرج خیلی هم بخش زیبا و تاثیرگذاریه و ما فکر میکنم قریب به 18 تراژدی مشخص در شاهنامه داریم، یا تراژدی یا سوگ حماسه، که تراژدی ایرج یکی از اون سوگ حماسه ها و تراژدی هاست. ایرج از شخصیت های معصوم شاهنامه است، پیش از حالا داستان سیاوش او رو داریم، از شاهزاده های به نام، از شاهزاده های پاکیزه در واقع، از در منش اندیشه، و برادرانی داره که بسیار بر او رشک میبرن و همونها به دلیل حسادتی که دارن برای اینکه منطقه ایران به ایرج سپرده شده برای حکمرانی، وقتی که فریدون سرزمین ها رو بخش میکنه، ایران رو به ایرج میده، سمت غرب رو به سلم و بخشی رو ببخشید سمت بله غرب به سلم و شرق رو، یعنی آن سوی خراسان سرزمین های ماوراء النهر رو به تور، که مشهور میشه به سرزمین های توری یا تورانیان، و اینها بسیار حسادت میورزن به برادر و در نهایت داستان مفصل، حالا توطئه‌ای که میچینن و به فریب و او رو به سمت خودشون میکشونن و لحظه‌ای که دارن او رو به قتل میرسونن خیلی صحنه غم انگیزی هست. دو برادر وقتی که او رو میزنن و داره خون از سر روی او فوران میکنه، مرتب با اونها صحبت میکنه. این گفتگو واقعا گفتگوی جالب و در این حال غم انگیزی است و اندیشه های بزرگی هم در این حرف ها هست، حرف هایی که ایرج داره به برادران میگه. چه میگه؟ و بخشش این هست که اگر حالا خاطرم درست یاری بکنه، میگه که پسندی و هم داستانی کنی، که جان داری و جان ستانی کنی، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. واو. و جهان بینی که این فرد می‌بینی نسبت به، نه اینکه فقط جان همه جانداران، بلکه جان همه موجوداتی که جان دارن، جانشون ارجمنده و شکوه میکنه و من میکنه از ستم به جان هر موجودی که ارج، به هر حال جان عزیز است، و که ابتدای شاهنامه قسم میخوره به نام خداوند جان و خرد. در هر حال این بیت ها مربوط به این داستانه. بسیار جالب، یعنی به دو مفهوم ما به بحث خودمون از همین گفته شما وارد میشیم. یکی از مفهوم سوگ نویسی و تراژدی هایی که در سوگ سیاوش به اوج خودش میرسه یا دست کم در میان مردم تا پیش از اسلام رواج بیشتری پیدا میکنه، و یکی نوع نگاه فردوسی و بنیانگذاران اندیشه پارسی در پیش از این به موضوع مذهب و اخلاق در جامعه، که تا به این اندازه ریزبینی که بر مور روا ندارند که ذلت یا خاری روا بشه، چه برسه بر انسان. و این دو در کنار هم جالبه، برای که فردوسی نگاه یک تا انگاره‌ای داره نسبت به حالا آفریدگار این جهان، و به نظرم میرسه خیلی فارغ از مسئله دین و مذهبه، به فرهنگ ایران باستان بسیار ارج میگذاره، احترام میگذاره و پاس میداره، راجبش بارها سخن میگه، از آتشکده ها سخن میگه و اینکه پادشاهانی که آمدند و رفتند این بناها رو پاس میدارن، برگزاری جشن نوروز و مهرگان رو بسیار ارج میگذاره، و در جاهای مختلف میبینیم که گزارش میکنه که شاهانی که آمدند و رفتن از رسالت هاشون همین بوده که این جشن ها و آیین های کهن رو برگزار بکنن به هر چه باشکوه تر، مثل نوروز، مهرگان و سده، و همینطور مسئله پاسداش طبیعت و محیط زیست که در این اندیشه بسیار دیده میشه، اندیشه‌ای که خود فردوسی هم برای او احترام قائل، برای این اندیشه. این چه هست؟ اندیشه‌ای که برمیگرده به
اون باور دوران کهن ما، دوران باستان، زمانی که هنوز دین و کتاب دینی جایگزین نشده بود، اگر بشود گفت که باور مهری یا باور میترائیسمی بیراه نگفتیم. در خطبه هایی که فردوسی داره در آغازین هر فصل و هر داستان، این باور مهری رو میشود دید، یعنی باوری که کاملا متصل به طبیعت، به جهان هستی، نه برخلاف ادیان دیگر که انسان رو اشرف مخلوقات میدونه، در حالی که باور مهری انسان و دیگر مخلوقات جانشون به همان اندازه ارجمنده و باید پاس داشته بشه. زمین ارجمنده، طبیعت، چهار آخشیج، چهار عنصر آب و هوا و آتش و خاک، اینها ارجمندن. ولی بعد همه چیز برمیگرد، یعنی وقتی که دین میاد و تمامیت خواهه و میگه انسان اشرف مخلوقاته، یعنی انسان تمامیت رو میخواد، زمین رو از بین میبره، حیوانات رو از بین میبره، و این هست که دیگه خیلی چیزها به هم میریزه و توازن به هم میریزه. به گمانم آنچه که در رابطه با، حالا نمیدونم چرا ما رفتیم سمت مذهب فردوسی، طبق معمول شما یک سنگی انداختید و به جای دیگری کشیده شدید. نه، بسیار بسیار مسیر درستی، مسئله... چون اگر ما این مذهب رو نشناسیم نمیتونیم سوگواری در این مذهب رو معنا کنیم. در این که او به هر حال دینه، حالا اینکه برخی میگوین شیعه بوده، مسلمان بوده، لااقل آنچه که من میخوانم کاملا رده. اولا اگر بود که مانع نمیشدن مسلمان ها، چون میدانید بعد از درگذشتش اجازه ندادن در گورستان مسلمان ها او رو به خاک بسپرن، و بنابراین در خانه باغش، همون جایی که متعلق به او بود، به خاک سپرده شد. و دلایل مختلفی از این که به مسئله زنان، یعنی از اون حالت مردسالاری که در جامعه زمان خودش هست، داستانهایی گزارش میکنه، مسئله اقتدار زنانه هست، این خودش بحث مفصلی است، میشه راجبش صحبت کرد، اقتدار زنان در جامعه و بسیار نشانه های دیگر. حالا همینجا بیستیم، ما از مذهب، یعنی نمیخوام به مذهب مفهوم مذهب شخص فردوسی بزرگ، این حکیم طوس صحبت کنیم، میخوایم به مفهوم مذهب و نگاه مذهبی در پیشینه ایرانیان اساطیری، در اساطیر ایرانی نگاه کنیم، اونجایی که مذهب رو نیک سرشتی و نیکوداشتی معنا میکنند، تا به این اندازه شاهزاده پاکیزه ایرانی ایرج که بنیانگذار ایرانه، نام ایران به او معنا میشه، میگوید که بایستی به مور مراقبت کرد. این اندیشه پاک هست که او رو پاکیزه میکنه و مرگ او رو، درگذشت او رو، قتل او رو تراژدی میسازه و شایسته سوگ. اوج این سوگ درباره سیاوش معنا میشه، این معصومیتی که حالا مسلمانان شیعه دست کم برای 14 رهبر دینی خودشون از پیامبر اسلام، دختر او و 12 امام از نسل دختر او و علی ابن ابی طالب برقرار میکنند. این مفهوم معصومیت عیناً در ادب پارسی هست برای کسی مانند سیاوش، برای کسی مانند اصلا این ایرج. مفهوم خیلی مهمه، مسئله شهید، شهید معصوم، شهید معصوم بیگناه که از سیاوش، حالا پیش از او ایرج رو داریم، و چه سوگواره عظیمی برای ایرج برگزار میکنن، نیلی پوشیدن، سیاه پوشیدن، که بعد در سوگواره های بعدی خواهیم داشت، و بعد که میرسد به داستان های شیعی، اسطوره هایی که بعد شیعه بنا میگذاره، مثل سوگواره محرم و حسین. ولی آخه یک بخش تاریخ، اگر موافق باشید یه مقدار اون رو مرور بکنیم، بعد برویم سراغ شاهنامه، مسائل که مربوط میشه به آیین های سوگواری، چه پیش از اسلام چه بعد از او. و اون این هستش که وقتی که تازیان ایران رو، مشخصا من از تازیان صحبت میکنم، ایران رو تصرف میکنن، یا حداقل میشه گفت بخش های بزرگی از ایران رو، و مقاومت هایی که مردان سلحشور ایران، مردمان دارن، جنبش های مختلفی که میدونید بعد اینها چند دسته میشه، برای که عده ای اعتقاد دارن ما بهتر هست که در ظاهر نشون بدیم که اسلام رو پذیرفتیم، و ولی از درون همین اسلام با این تازیان بتونیم نبرد کنیم. ظلم و ستم تازیان، نجات پرستی در واقع، و نجات ستیزی علیه ایرانیان رو مشخصا بخوایم بگیم، اونقدر سنگینه و اونقدر خفتبار و تحقیرآمیز که در نهایت این جنبش ها علم میشه برای مبارزه با خلفای امویه. از چه دوری؟ یعنی از دوری اممی است، یعنی از قرن اول، بله، بعد از اینکه اعراب به ایران وارد شدن، یعنی گستره 100 سال. نه، از همون ابتدایی که اینها اون حملات وحشیانه و اون تهاجم رو داشتن،
به طور وحشتی حمله میکردن. من فقط داخل پرانتز هم کنم، این دوره وحشت و این تهاجم چیزی حدود 40 سال طول میکشه، از زمانی که جنگ بین ایران و حالا تازیان و تازه مسلمان آغاز میشه تا اینکه تازه مسلمانان برآمد از حجاز میتونن مرزهای ایران رو در شرق فتح کنند. قریب به 40 سال این جنگ ها استمرار پیدا کرده، از زمان خلیفه دوم مسلمانان یعنی عمر ابن خطاب آغاز شده. میشه گفت تقریبا این به همین دورانی که حسین ابن علی در کربلا به دست سپاهیان یزید کشته میشه، این جنگ ها در فلات ایران و ماوراء الری ادامه داشته، درست عرض میکنم؟ فکر میکنم دوران اولیه حملاتی به ایران بود، دوران ابوبکر و عثمان و ابوبکر شاید، برای که به خصوص در شاهنامه اشاراتی میشه، ولی سردارانشون در حال شاهنامه اون اواخر که به سعد وقاص اشاره میکنه و جنگ قادسیه، این رو بهش خواهیم رسید. ولی مشخصا از اون اوایل قرن هجری، اوایلی که اسلام در واقع قرن اول هجری، این جنبش ها شکل میگیره، یعنی از قرن اول و از اواخرش و اوایل قرن دوم که دیگه جنبش هایی مثل ابو مسلم در قرن دوم و ابو مسلم خراسانی رو داریم، در اوج هست این قیام ها و این جنبش ها بسیار زیاده. قیام مازیار هست، بابک خرمدین، قیام خرمدینان، سیاه جامگان، سپید جامگان، اینها قیام های بسیار زیادی صورت، جنبش های مختلف در نقاط به ویژه در آذربایجان، در خراسان و اینها، تعدادی از این حالا شعوبیه که شکل میگیره. معتقدم برای که بتونیم بر این تازیان غلبه بکنیم، ما باید این دین یک دینی به ظاهر بپذیریم و از دل اون بتونیم در اینها نفوذ بکنیم و بین اینها انشقاق ایجاد بکنیم، فتنه ایجاد بکنیم و ستون ارتش اینها رو در هم فرو بریزیم. عده دیگر مثل بابک معتقدن که نه، شمشیر رو از رو می‌بندم و میگن ما رو در رو جنگ می‌کنیم، نیازی نداریم که به ظاهر هم رنگ بشیم. بله. و دسته دیگری هستند که اینها شاعران و ادیبان و دهقان نژادانند که به زبان ادبیات و به زبان شعر میخوان تاریخ کهن رو، زبان کهن، زبان فارسی رو زنده نگه دارن، زبان رسمی کتابت رو، زبان رسمی علمی آن زمان رو، و از این طریق. بنابراین سه گونه مبارزه است زمانی که شعوبیه شکل میگیره، مبارزه‌ای که میگن در شمایل دین اینان ما وارد اینها بشیم، نفوذ بکنیم و فتنه ایجاد بکنیم، اهل شعوبیه و اون بقیه هم اهل شعوبیه هستن، ولی اونها به سلاح دیگری مثل بابک خرمدین که او معتقد هست که من شمشیر رو از رو میبندم و نبرد میکنم، که متاسفانه خیانتهایی هم میشه با اینها و داستان خیلی جالبی داره. و دسته سوم شعوبیه، به گمانم اگر بشه اونها رو هم شعوبیه گفت شاید به طریقی، برای که اونها هم هدفشون مبارزه است، ولی مسئله اینها حفظ و پاسداش فرهنگ ایران باستان هست. چه کسی؟ کسی مثل دقیقی شاعر، کسی مثل فردوسی، حتی حافظ، شاعران پس از او، عطار، که اینها متصلن به اون سرچشمه های نخستین، متصلن به حکمت خسروانی، فرهنگ ایران باستان و پاسداشون. با ارزشترینشون خیام، ستاره درخشانی که در این میانه میدرخشه. حتی شیخ اشراق سهروردی اندیشه های حکمت خسروانی رو میتونی در مطالبش ببینی. در بین عارفان ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی که حالا به نظر میرسه در زبان دین دارن صحبت میکنن، شیخ حسن خرقانی، اینها، اما اون اندیشه حکمت خسروانی، اون پاسداش فرهنگ کهن ایران باستان، مغان مهری، مسئله در واقع اندیشه نیک کردار و گفتار نیک، اینها همه مثل کد، ولی راجب شرقی رمزوار در شعر شاعران، اما همه به هم متصلن. اگر ما یک برنامه بزنیم فقط راجع به حکمت خسروانی، این رمزگشایی ها رو میتونم راجبش حرف بزنم، از پیش از اسلام که روشنتر راجبش صحبت میشه، خردمندانی چون زرتوش میآیند و جاماسب وزیر، برادرش فرشوشتر، اینها راجب حکمت خسروانی، راجب آیین و فرهنگ ایران باستان صحبت دارن، و بعد از اونها که دیگه قضیه رمزوار و در کلام شعر شاعران، عارفانی که ازشون نام بردن، این تجلی پیدا میکنه. بنابراین این مبارزه بین سه دسته صورت میگیره، کسانی چون خرمدینان که شمشیر رو از رو بستن، کسانی چون ابو مسلم خراسانی، یا کسانی از این دست که در شمایل دین و به نام دین ولی
ابداعات خودشون رو دارن، مطالبی رو، اون آیین‌های ایران باستانی رو در آداب و رسومشون دارن و اسلام اسلام ایرانی میشه، یعنی مستحیل میشن در مذهب، در واقع در دین اسلام، و اون رو مستحیل میکنن در فرهنگ ایرانی که اون رو زنده نگه دارن. خب برای اینکه خیلی از بناها حتی مثل خیلی معابد آناهیتا و معابد آتشکده، اینها برای اینکه ویران نشونی بعدها اسمهای مذهبی روی اونها میذارن، مثلا میشن. برخی به نام امامزاده، برخی ولی بنا معماری آتشکده است، یا معابد آناهیتا که میشود بی بی زبیده و اصلا جالب همین است که اساسا وقتی نگاه میکنیم این همه امامزاده، چرا میگن که قله کوه یا ته دره ها، جایی که ماه و مهر رو پرستش میکردن، بله، یا بله. خدایگان آب و خدایگان خورشید رو میپرستن، چرا در این دو جا همیشه اینا پشت شدن یا امشاسپندان آب، یعنی همه اینها سمبول بودن، در حالی که کیش مهری، یزدان پرستی، یکتا پرستی، اینها میگن ما اصلا به واسطه به پیامبر احتیاج نداریم. مهری ها چنین میگفتن، رستم همچنینه، خاندان رستم و گرشاس که نماینده ملیگرایی هستن در شاهنامه، اینها چنینن. وقتی که اسفندیار میاد میگه به زور که باید به دین ما گرایش پیدا کنیم، میگه که من به واسطه احتیاج ندارم، من مستقیم دارم پرستشم رو میکنم و دین رو نمیپذیرند. بنابراین این از معماری، از آیین، از جشنها، هر آنچه که هست، همه چنین پیام‌هایی رو داره که ایرانیان باستان یکتا پرست بودند. خود فردوسی به نظر می‌رسه این آیین مهری در نزد او بسیار محترمه و خود او هم یکتا انگاره، ولی چندان گرایشی به دین نداره، اما با احترام صحبت می‌کنه راجع به دین. همه این مجموعه ما رو می‌رسونه به شخصیتی در اساطیر ایران به نام سیاوش. او قربانی خدعه است که فرنگیس برپا کرده، سودابه که او هم اتفاقا تازی است، یعنی بل. از سرزمین تازیان آمده به عروس، برای که پدر سیاوش عاشق او میشه و او رو به شبستان خودش میاره، و بعد اتفاقاتی میفته که خیلی این اتفاقات شبیه مثلا به داستانی مثل یوسف و زلیخا میتونه باشه حتی. بعد او مجبور به ترک و جلای وطن میشه، در غربت، در تور، در نهایت در تشت طلا سر او رو میبرند و اتفاقاتی میفته و داستانهای عجیب و غریبی که خب خود شما بهتر از من میدونید، و چه شباهت عجیب و متحیر العقول بین بند این داستانها و قصه کربلا وجود داره. خب همونطور که گفتم، ما برای که این امتداد پیدا میکنه، مستحیل شدن در مستحیل کردن دین اسلام در فرهنگ و باورهای ایرانی که اوجش در دوران صفویه است. حالا من راجع به همین داستان‌ها خواهم گفت، تومارها و نسخه های تعزیه که چگونه در دوران صفوی، برای اینکه رویداد سیاسی دیگری شاید قبل از این، من میخوام اول شما اگر خواهش کنم، شاید خیلی از چون سیاوش رو بهش میرسیم، من میخوام تکلیفمون رو با شعوبیه ها روشن کنیم، بله، و بعد از اون بعد، یعنی اینکه شاید در زمانش از نظر سیاسی کار درستی کرده و حکومتی که بتونن خودشون رو حفظ کنن، باورها و فرهنگ ایران باستان رو حفظ بکنن، بنابراین مستحیل شدن در یک دین مندرآوردی، یعنی اسلام رو آوردن و شیعه رو ساختن. بله، و اوجش در دوران صفوی است، برای که باز اتفاقات سیاسی میفته که به این نیازمند به این است که ایران شیعه، یعنی در زمانش شاید بتونیم حق بدیم، یعنی فکر کنیم درست عمل کردن، برای که عثمان ها حمله میکنن، اونها سنی بودن و جنگ برادر با برادر مسلمان این عملی نبود، بنابراین شاهان صفوی میان و تبلیغ میکنن راجع به دین شیعه و میگوین، حتی چنین در جایی میخوندم که گفتند یکی از شاهان صفوی اگر هر شیعه 4 سنی رو هلاک بکنه، در بهشت برین جایگاه ویژه خواهد داشت. با این تبلیغات هم از همه طرف، این شیعه رو خیلی روش کار میکنن، رواج میدن، رونق میدن تا بتونن مقابل عثمان ها وایستن و موفق هم میشن، برای که عثمان ها دیگه وارد خاک ایران شده بودن و اونها هم وحشتی حمله میکردن، اونها هم که به گونه خودشون رو آراسته میکردن زمان حمله و به اون گونه وحشتی که حمله میکردن، مردم فکر میکردن اینها آدمخوارن، اصلا انسان نیستن. چاره این نبود که به ایران حمله میکردن، عثمان ها وقتی که حمله میکردن، اگر این سیاست و این تدبیر نمیشد، بخشی از ایران میرفت در خاک ترکیه، یعنی این گرفتاری بود. خب در اون زمان تبلیغات زیاد بود، آمدن برای تبلیغات و مسئله شیعه، داستان ها ساخته شد در مقابل نقل ها و داستان های ملی، یعنی چرا از مذهب استفاده کردن؟ چرا شاهان صفوی نیومدن روی همون ماهیت ملی گرایانه مردم ایران
حساب باز کنند، این ملیت ایرانی رو ارجح بدانند. چرا آمدند؟ البته من میدونم شما مدافع سلطنت صفویه نیستید، ولی چرا آمدند مذهب گرایی رو ایجاد کردند و بعد هم مجبور شدن برن از جبل آمل لبنان در دارن روحانیونی بیارن که فقه شیعی رو برای اونها تعریف کنند؟ چرا این کار رو کردند؟ این مطلب قابل تفکری است، قابل پژوهش است، اینکه چرا این کار کردن یا چرا حاکمان در هر دوره سعی کردن که اسلام رو به گونه ای بچرخونه. آخه مسئله اینه که این شیعه در واقع مسلمانی نیست، اسلام نیست، یعنی خود اونها هم قبول ندارن که شیعه مسلمان هستن، همچنان شیعه رو در واقع گبر میدونند و شیعه رو خب مثل این اجزایی که ما در فرهنگ ایرانیمون داریم، مثل در فرهنگ ایرانی اسلامیمون داریم، قابل تایید نیست. یعنی مثلا ما برای مردگانمون، برای امواتمون خیرات میدیم، این از منظر عرب کاری سخیف و زشته، یا ما سر قبر مرده میریم برای او ناله میکنیم، برای او مویه میکنیم، از او اصلا سیاه پوشیدن برای مردگان نیلی پوشیدن، در حالی که نیلی پوشیدن و سیاه پوشیدن در خود شاهنامه هم بسیار ذکر شده که از دوران باستان، بله اینها بوده، خود اونا هم شیعه رو مسلمان واقعی نمیدونستن و اون رو من درآوردی میدونستن. اینجا یه اتفاقی خانم گردآفرید، بنابراین قابل تایید نیست اینکه چنین ضرورتی رو حس کردن که شیعه رو تبلیغ بکنن، کما اینکه اشتباهاتی که افشین کرد در دوران اون یکی دو قرن اول که زرین کوب راجبش حرف میزنه که اینها میان در شمایل دین میخوان مبارزه بکنن، این دلیل بر این نیست که قابل تاییده و یا رده. اینها خیلی پژوهش وسیع میخواد ببینید از نظر اجتماعی واقعا واقعیت... باید ظرف زمان رو دیدید که در نظر اجتماعی در چه شرایطی بودن که سعی کردن، چون وقتی در این اواخر رضا شاه آمد و سعی کرد ملی گرایی و ناسیونالیسم رو احیا بکنه در قرن 20 و این اتفاق خب به ندرت اتفاق افتاده در این 1400 ساله، اصلا وجود نداشته. یعنی وقتی شما نگاه میکنید ببینید که ما حتی مقبره کوروش رو به نام مشهد مادر سلیمان میشناسیم، محل حضور خب عجیب در جاهای این... و خب نمیدونیم برای مثلا چی هست، نه برای اینکه در جاهای اینها مجبور بودن این معابد و یا این مقابر و یا این بناهای کهن رو برای حفظ نگه داشتنش از اینکه تخریب نشن یک عنوان مذهبی مثل همونطوری گفتم یک بنای مهری یا آناهیتا اون بشود بی بی زبیده، یا یک بنای آتش کرده بشود یک امامزاده ای، برای که اینها در هر شهری که وارد بشن خب تخریب، جز تخریب چیز دیگری نداشتن. میگفتن که اینجا سیدی عربی کسی خاکه، یک امامی یا یک امامزاده ای، بسیار خیلی مواقع دلیلش این بوده از این عنوان گذاری ها. البته الان این دکان رونق وحشتناکی پیدا کرده، یعنی الان دیگه امامزاده مرتب داره ساخته میشه، اصلا این الان به تجارت در داخل بله. مقامات حکومت تبدیل شده. اما بازم ما میرسیم به همون نکته، سیاوش کیست در تاریخ ایرانی؟ چه کرده؟ چه اتفاقی برای سیاوش میفته که برای هزاره ها برای او سوگواری میشه؟ اساساً تا قبل از اینکه اساساً حسین ابن علی پیش بیاد و اساساً تا چه اندازه داستان سیاوش بعدها به عنوان داستان کربلا به من، نسل من، شما، نسل شما، حتی پدران من و شما و پدران پدران من و شما فروخته شده؟ سیاوش از معصومین، از به باور ایرانیان کهن از کاملانه، کاملان، از همین کاملان معصومانی میشن که معصوم ما داریم، بیگناه، بله معصوم بیگناه که از سرنوشت خود آگاهی دارند، در مقابل ظلم می ایستند، اهل دروغ و کجی نیستند و ویژگی بارز سیاوش همین هست، معصوم بیگناه، شهید معصوم بیگناه، کسی که در دوران زندگانیش به پاکیزگی زندگی کرده و از سرنوشت و از آینده خبر داره. ویژگی کاملان یکیش همین هست، آگاهی از سرنوشت و آینده. یک مطلبی من از تاریخ بخارا بخونم راجب نوحه‌گری برای سیاوش. آخه سمبول‌های سیاوش خیلی زیاد هست، یکیش چه در فرهنگ کشاورزی، یکیش هست که حالا اون بحث دیگری است، ولی در فرهنگ سوگواره بخوام راجبش و سنت عزاداری سیاوش این هستش که به سالیان دراز متحول بوده. من مشخصا این رو تاریخ بخارا که 1000 سال از عمرش میگذره اومده که از عمر تاریخ بخارا در واقع که میگه اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست،
چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند، میگویند یعنی میخوانند، به آواز میخوانند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. اون موقع 1000 سال پیش گزارش، یعنی 3000 سال، 4000 سال سوگواری سیاوش شده. بله. و تا این اواخر هم هنوز در عشایر ایران در بخشهایی به شکل نمادین رس بوده. فکر میکنم در سوگواریشون هم یک اشاره دانشور، فکر میکنم یک اشاره کرده به این مسئله اعضای سیاوش. و حالا این صحنه در مهرگان به نوعی در جشن مهرگان مسئله برداشت محصول، میدونی که میگوید در زمین خشک باید خون او ریخته بشه که بعد اون پر سیاوشان رو داریم. به هر حال از کنار این سوگ سیاوش که موسیقی، مویه زنان، حتی موچیدن، دم اسب رو چیدن، مسئله اسب، مسئله اینکه چادری رو بر روی اسب انداختن، همه این نشانه ها رو در تعزیه ما داریم، از علم ها و کتل ها. حتی رنگ سرخ رو من میدونم که عیناً ما در موضوع سیاوش در مقام دشمن، در مقام اشقیا و ظالمین داریم. این در فرهنگ حالا عربی اسلامیش میشه اشقیا و ظالمان، اون سم در مقام توران قرار میگیره، کسانی که سر سیاوش رو در تشت طلا میبرند، بعد سر حسین ابن علی در همین تشت طلا به بارگاه یزید زمانه خودش میرسه. درست عرض میکنم؟ نشانه ها اصلا نعل به نعل این نشانه ها هست، یعنی این اسطوره های ایرانی، میدونید که سنت این کاروان، این کارناوالی که راه میفته در خیابان ها برای محرم و خود تعزیه، تمام قدم به قدم اگر بخوایم نشانه شناسی بکنیم مسئله تعزیه رو، در سوگ سیاوش هست. یک نکاتی رو من اینجا، مسئله رنگ ها که اشاره کردید، مسئله اومدن اسب، مسئله شیون، مویه، ما تصویرهای کهنی داریم از پیش از اسلام در پنجیکن، دیوار نگاره است که در موزه نگهداری میشه در سوغد شرق ایران، که دقیقاً همین صحنه سوگ سیاوش رو که سوگواره هست دارند مویه میکنن، زنها دارند مویه میکنن، ساز و دهلی هست که دارند میزنن، که بعد این همونطور که گفتم اینها عوض میشه، میاد در مقابل سوگ سیاوش میآید مرثیه حسین. و این آیین کاملا یک آیین ایرانی است، در هیچ کدوم از سنن مثلا سنیگری ما چون این آیین نمایشی نداریم. برای چون حتی از رهبران مورد احترام سایر اقوام عربی یا سایر در واقع مذاهب یا شاخه های اسلامی ما نمیبینیم، فقط در شیعه میبینیم و اون هم در شیعه ایرانی. امروز من چند وقت پیش گزارش دادن یک مراسم سوگواری در بحرین فکر کنم برگزار کردن به فارسی، یعنی ایرانیان گویا دارن اونجا اجرا یا خودشون چون این چیزی برگزار کردن. حالا ممکنه خبر ندارم، ولی از جهت تاریخی و سنت مسئله تاریخ نمایش تعزیه و این نوع سوگواری، این نوع نمایش سوگواری، یعنی این کاروان راه انداختن، اجرای با موسیقی و در نوع طرب در چهارگاه اجرا کردن در موسیقی بزمی، این نمایش کهن ایرانی است که نشانه های پیش از اسلامش هم داریم، اسنادش هست در بخارا، در پنجیکند دیوارنگاره هاش رو داریم، سوگ سیاوش رو که رنگ و بوش عوض میشه، مقابل سیاوش حسین میاد، مقابل مثلا اون دست بریدنی، چون در مسئله بعد از سیاوش بهرام یل رو داریم که دست هاش قطع میشه که به دنبال درفشش هست یا تازیانش هست، ولی در حالا بعد در داستان شیعه ابوالفضل هست که دستش قطع میشه و داستان مشک آبی هست. تمام این نهادینه های اسطوره‌ای اسمش عوض میشه، رنگش عوض، رنگ همان است، اسب همان است، اسم اسب عوض میشه، عیاری، شیوه های پهلوانی همان است، آن معصوم شهید بیگناه همان است، فقط اسم ها در واقع عوض میشه. شما خانم گردآفرید در برنامه قبل هم اشاره داشتید به این موضوع که در دوره صفویه بر اساس رستم نامه ها، بر اساس بهرام نامه ها آمدن و حسین نامه ها، علی نامه ها نوشته شد برای تبلیغ آیین شیعی که مورد پسند دربار صفوی بوده. و اینها شدند پایه های نوحه و عزاداری اسلامی که امروزه در ایران مرسوم هست، اون چه که ما به عنوان کارناوال عزاداری حسین بن علی در خیابان های شهرهای گوناگون ایران میبینیم، چیزی که تا
قبل از صفویه چه در قالب شور و سرور و چه در قالب مویه و سوگواریش رو میشد در بهرامنامه ها، سیاوش نامه ها، رستم نامه ها، سهراب نامه ها دید که در مورد اساطیر باستانی ایران به رشته تحریر در می اومد. این از چه زمانی و با چه سیاستی آغاز شده و نمونه های نخستینش رو کجا میشه پیدا کرد؟ نمونه های نخستین نسخ تعزیه، نسخ تعزیه ای که بر اساس رستم نامه ها ولی با باور و شخصیت پردازی اسلامی نوشته شده. اصلا اوج رونقش برای اینکه شاه صفوی برای این مناقب خانان و خطاب خانان و نقالان اینها حقوق می گرفتن در سامان اداری صفویان بخشی بوده و اینها حقوق مزایا می گرفتن، قصه گویان و قوالان ریاست اینها رو حتی اسم داشته به نام نقیب الممالک. این داستان ها همونطوری گفتم فقط داستان های ملی نبوده، داستان های مذهبی تبلیغش شروع میشه و پاتوقا هم کم کم از همون زمان چایخانه ها یا به اصطلاح قهوه خانه ها که رونق میگیره و به نوعی پاتوق فرهنگی هست در اونجا رونق میگیره. این مسئله نقالی نه فقط نقالی داستان های ملی که داستان های مذهبی حالا دیگه روش خیلی تبلیغ میشد و باید کار میشد و بنابراین نقالان هم حالا چه بنا به اجبار چه بنا به آنچه که دیگه در باور مردم رسوخ پیدا کرده بود حتی در نقلای ملی گریز می‌زدند به صحرای کربلا. یعنی وقتی که داستان سهراب جوان و جوان مرگ شدنش رو میگفت داستان علی اکبر رو میگفت، گریز می‌زد، گریز زدن به صحرای کربلا خودش یک فن نیست در نمایش نقالی و داستان‌های در واقع از خطابه فرنگیس رو برای مظلومیت سیاوش وقتی میگفت گریز میزد به داستان خطابه زینب و مسئله بهرام یل پارسی و قطع شدن دستاش گریز میزد به داستان عباس و بسیار زیاد این گریز زدن به صحرای کربلا که خودش یک فنی میشه در فنون نقالی. نقالان خیلی اثرگذار بودن در باور مردم. همین میخوام همینو بهتون بگم، این موضوع گریز به کربلا و صحرای کربلا و یا تمثیل عربی اسلامی داستان‌های کهن ایرانی از دوره صفوی است که رونق، از دوره عزم میخوام قاجاری است که رونق میگیره. کمی عقب‌تر در دوره صفوی وقتی میگیم میبینیم که اساساً تازه شروع کردن به این قصه ها رو تبلیغات ترجمه کردن به زبان تازه. این دوره چگونه؟ ولی کتاب‌های خوبی، یعنی اون موقع پایتخت اصفهان بود دوران صفویه و در مقابل همونطوری گفتم کتاب های مثل عیاری ها و پهلوانی های رستم، علی نامه ها که نوشته میشه کم کم از همون زمانه. حتی ابن حسام خوصفی میاد یک خاورانامه می نویسه دقیقا اون حرکات اسب، توصیف اسب، انگار که داری اسب در واقع رخش رو داری توصیفات او رو میخونی و بر وزن شاهنامه عموم این مثنوی ها برای که وزن حماسی است، وزن در واقع گویش پهلوانی است، رجزخانی میاد و در این زمینه این مانورهایی داده میشه. اون موقع دورانی است که دیگه بعد از خطاب خانانه، یعنی نقل ها نوشته میشه، تومارها به اصطلاح نوشته میشه، نسخه های تعزیه کم کم شروع میشه که به قول شما رونقی بگیره، داستان ها روزت و شهدا در همون زمان نوشته میشه و بعد که پایتخت حکومت ایران میشود تهران در دوران قاجار که دیگر اون تعزیه تکیه دولت ساخته میشه، اصلا فرهنگ تکیه داری و تعزیه خانی به راه افتاده، خواستگاهش از تهران، بله، و معنا پیدا میکنه توی فرهنگ عمومی مردم، بله، حدود 100 سال از دوران ناصرالدین شاه که دیگه به اون به شکل باشکوه به شدت در واقع تکیه آلوده است و به شدت در مسیر و مفهوم دیگری قرار میگیره که دوران قاجار خیلی از سنت ها رو سعی میکنند بیشتر در واقع رنگ و لعابش رو بیشتر بکنند، چه مذهبی چه ملی، یعنی مثل یلدا و مثل نوروز رو خب سعی میکنند خیلی مفصل برگزار بکنند، اینها رو هم باید گفت، ولی تکیه دولت دیگه اوجش هست که تعزیه رو به اون باشکوه و خود من خواستگاه تعزیه رو واقعا به این شکل در تهران میدونم که بعد حالا در قهوه خانه ها چقدر سفارش میشه به قلر آقاسی که اولین مبدع مسئله پرده های قهوه خانه است. اینا خیلی مهم، قهوه خانه اینا خیلی مهمه در باور مردم، هایی که نقالان در بین مردم بودن، یعنی اگر دولت ها در بین حکومت، در بین ارتشداران مسئله سیاست مداران شیعه رو تبلیغ می کردن،
و رونق میدادن برای مبارزات، برای به دلایل سیاسی و حکومتی در بین مردم هم نقالان و راویان و پردخانان حالا به فراخور زمان این رو در واقع بست دادن در هر محله، یعنی شما... در هر بازار، در هر گورستان، هر کجا این پردخانان و معرکه گردانان بودن که داستانها رو و به این ترتیب نفوذ پیدا کرد. خیلی خیلی نکته ریزی رو خانم گردآفرید دارید انگوش روش میذارید، چیزی که سالهاست جمهوری اسلامی کوشش کرده برعکس اون رو حداقل به حتی قشر اهل مطالعه ایران منتقل کنه. او باورمندی مردم به آیین شیعه و احترام به امامان و اونچه که امروز در قالب کارنوال های عزاداری در شهرهای کوچک و بزرگ ایران میبینیم که مردم به حسینیه ها، تکیه ها، دسته های سینه زنی میرن و این کارها رو میکنن، ماحصل 1000 سال کوشش و مجاهدت علمای دین و اونچه که خودشون ائمه جمعه و نمازگزاران و امامان جماعت میدونه. آخه اما شما مشخصا دارید این رو میگید که اونچه که باور مردم رو به اینجا میکشونه که مردم الان تو خیابان ها باشن، روز عاشوراست، روز تاسوعاست، مردم برن و این گرامیداشت رو از یک آیین مذهبی یا آیینی بدون مفهوم مذهبش حتی اگر داشته باشیم، این نوع علاقمندی خودشون رو نشون بدن، این واقعیتی حالا هر کسی هم بخواد بگه نیست، دروغ داره میگه یا حداقل به خودش دروغ میگه، این علاقمندی رو به یک موضوع مذهبی نشون بدن یا به یک موضوعی که در این حوزه وجود داره نشون بدن، این رو شما میگید که ما آخه اگر دوست دارن برای که بخش به خصوص بله مسئله اعتقاد هست و فیض بردن، ولی شما خودتون میدونی یک بخشش بخش سرگرمی بودن این نوع نمایش کارنامه‌ای که اون یه دوره هم جمع شدن، به خصوص الان که دخترها و پسرها خیلی خب خیلی جذاب خوش میگذره در خیابان‌ها ریختن، ولی یک بار اصلیش مسئله سرگرم کنندگیش، ما حال بحث ما این نیست، به عقیده من مسئله علما نیست، مسئله حکومت هاست که در دو دوره مهم، یعنی اوایلی که تازیان به ایران حمله کردن، یک در آن دوره که مجبور تعدادی درست غلط ما راجع به اون حرف نمیزنیم، مسئله اینه که مجبور بودن مبارزان ایرانی که فرهنگ ایران باستان رو تازه به خود بگیرن به نام شعوبیه که در جاهای مختلف ایران هم پراکنده بودن و فرقه های مختلف بودن و احزاب مختلف بودن، اسلام رو در فرهنگ خودشون مستحیل بکنن تا بتونن در این شمایل با تازیان مبارزه بکنن و یا دستور عمل هاشون رو در واقع سرکوب بکنن. این در دوره اول. دوره دوم دوران صفوی است و جنگ با عثمان ها برای اینکه بتونن مقابل سنی های عثمانی مقابله بکنن، تشیع رو رواج میدن که سربازان، سرداران اینها بتونن در واقع برن به میدان جنگ، اینها رو ترغیب بکنن که به جنگ بیان، وگرنه بخش بزرگی از ایران در دست عثمان های ترکیه دیگه مربوط به خاک اونها هم شد. این دلیل سیاسی بوده، ولی اون تبلیغات، اون همه کار کردن روی این مسئله باعث شد که متاسفانه خیلی چیزها تحت شعاع قرار بگیره، در باور خرافی به اونجایی که معرکه گردانان تعزیه به نام تعزیه یک نمایش، یک نمایش سوگواره که زمانی یک آیینی بوده، تبدیل بشه حالا به یک باور عجیب و غریب دینی که حتی در ریزترین جزئیات زندگی تو هم دخالت داشته باشه. اینجاست، یعنی همیشه من تعزیه رو به عنوان یک نمایش میبینم، این کارناوال ها همه یک نمایشی است، یک نمایش سوگواری با آیین‌ها و نشانه‌های بسیار کهن، چه از نوع عزاداری، چه از رنگ‌هایی که استفاده می‌کنن، چه موسیقی و چه مسئله مویه. همین مثلا در سوگ سیاوش ما در خود شاهنامه داریم، در سوگوارا بودیم، این جوان معصوم بیگناه شهید رو ستودن از زیباییش، دقیقا در شاهنامه این نوع سوگ از ستایش زیبایی او، جوانی او، ستایش اسب او، و بعد میبینیم این گونه ستودن این شهید بیگناه در مورد حسین هست، ستودن او، ستودن زیبایی او، شمایل او، چشم و ابروی او، و بعد که نقاشای قهوه خانه میاد و شمایل اینها بر روی پرده های قهوه خانه ای کشیده میشه، بعدش یک سنت دیگر نمایشی که از در کوچه ها راه میافتن شمایل خانی یا شمایل گردانی بود، بله، که شمایل زیبای عباس رو از گردن آویزان میکردن، یک پرده به روی او میکشیدن و شمایل خانی میکردن در وصف زیبایی عباس و رشادت های او، و تو پولی میدادی به اون شمایل خان، پول رو که میگرفتی این پرده رو، این پارچه رو کنار میزد که تو شمایل عباس رو ببینی و ببوسی شمایل عباس رو. این یک نوع دیگری از شمایل خانی، معرکه در واقع
سخن بود و سالها همین نکته دست در این چند سال اخیر بوده. گردآفرید وقت خیلی کمی داریم، شاید به همین دلایل هم هست، یعنی این نوع شنیدن اینها نه از عالم دینی بلکه از راوی قصه های ملی است که موضوع کربلا و موضوع محرم رو برای مردم ایرانی به اندازه‌ای مهم میکنه که در بخش فرهنگ و باور روزمره امروز زندگی مردم ایرانی وجود داره. مافوق تبلیغاتی که امروز حتی حکومت جمهوری اسلامی میکنه، پیش از انقلاب هم مسئله محرم برای مردم مطرح بود، مورد احترام بود. خب ولی رضا شاه میاد مقابله میکنه، برای که رضا شاه بسیار همونطوری گفتم در قرن 20 هست توسط رضا شاه که دوباره ناسیونالیسم رو میخوان زنده بکنن، دوباره راجبش کار بکنن، مقبره‌ای که میسازن برای فردوسی، مقبره‌ای که برای بزرگان ملی ما از شاعران از بزرگان میسازن، اقدامات مختلفی میشه. یکیش مقابله با تعزیه هست که یکی از این اقداماتی که صورت میگیره. ولی با این همه باز میبینیم که فرزند بزرگوار ایشون پادشاه فقید ایران احترام میذارن به تمام شاعر مذهبی که در کشور بوده از جمله مسلمانان شیعه و خودشون رو پادشاه شیعه قلمداد میکنن. بحثم الان این نیست، بحثم مشخصا اینجاست که مردم امروز اگر به این مسائل احترام میذارن، بیشتر از اینکه دلیل این احترام اون مفهوم مذهبی پشت قضیه باشه، اون همگرایی و همدلی نوستالژیک است که با موضوع دارن و این رو بدون اینکه بدونن در گوشت و پوست و خونشون. بله. از چند هزاره پیشتر. بله. تا به امروز شما یادتون هست کردن. این مفهومش خدای نکرده بی احترامی به باورمندانه به امام سوم شیعیان یا اونچه که به عنوان جوانمردی عباس ابن علی مطرح میشه نیست. اینها همه در جای خودشون محترم و اینها قصه ها و آیین هایی است که مختص ما ایرانیان هست، چیز هاست که بله. ما بتونیم شده به همین دلیل خانم که اگر اختلافاتی میبینیم، مثلا میگن زمان وقوع محرم بر اساس سالبندی هجری در زمستان بله. قرار میگرفته، سرد بوده، گرم نبوده، آفتاب نبوده، یا محرم یا اساسا خود خاک کربلا جای قرار گرفته که آب در دو طرفش هست و خیلی دسترسی به آب راحت، اونجور بیابانی که میگن نبوده. این برای که بیابان سیاوش، برای که دقیقا. مسئله خشکسالی، نماد خشکسالی و بعد باروری که میگم فرهنگ کشاورزی خیلی مؤثر در اسطوره سیاوش، باید در زمین خشکی باشه که بعد از خون سیاوش آن پر سیاوش آن گیاه شفادهنده رشد بکنه. و بعد که عارف قزوینی هم چقدر زیبا در همین رسای سیاوش هست که اون از خون جوانان وطن لاله دمیده اون شعر زیبا رو سرایش میکنه. و هم اشاره خیلی جالبی کردین، این طرف ها یک اصطلاحی دارن، نمیدونم وقت ما چقدر هست، سایتی، یعنی در روان ما خیلی چیزها زنده است بدونی که بدونیم از کجا آمده. شما خاطرتون هست، من خاطرم هست، وقتی که به خصوص زمان جنگ برق زیاد میرفت، وقتی برق میومد در واقع نور میومد، ناخودآگاه خیلی صلوات میفرستادن. این در واقع ارج گذاشتن به اون نور است، برای که در روان ما در اون ژن ما از دوران باستان احترام به آتش و نور آتش بوده و هنوز ما حرمت این نور رو داریم، شکلش عوض شده. این حرمت گذاشتن به نور که وقتی در تاریکی نور میاد ایرانی صلوات میفرسته. و خیلی این صلوات مفهومش فقط سلام فرستادن به پیامبری از آیین اسلام نیست، صلوات فرستادنه شاید به نوعی تکریم کردن نعمت حضور روشنایی است. روشنایی است که در روان ایرانی هست، بدون اینکه شاید خودش آگاهی داشته باشه که این حس که نور اومد، این احترام از کجا میاد. و این هست که ما راجع به روان جمعی وقتی حرف میزنیم که خیلی چیزها مثل حرمت به آتش و پرستاری از آتش که در ایران باستان بوده، حالا در چهارشنبه سوری او رو پاس میدارن، الان که خیلی بد شده برای اینکه این ترقه بازی اینا خراب کرد قضیه رو، ای کاش اون بت‌ها رو اجازه میدادن باشه که به این فجایع نرسه. خانم گردآفرید، میدونم بحث بخش عمده‌ای از حرفای شما همچنان روی زمین مانده، ولی ما به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. موضوع برنامه هفته آینده‌مون رو هم که مشخص کردید، گفتید که حکمت خسروانی است که بایستی بهش اجازه بدید در یک نوبت دیگه چون باید برم. حتما در آتیه نزدیک. هر وقت که شما میدونم گرفتارید، بعد دانشگاه باشید، هزاران کار مختلف، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در خدمت شما هستم. بدرود. و از شما عزیزانم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده این برنامه بودید. فراموش نکنید قصد ما از این برنامه اسای ادب به هیچ دین باورمند به هیچ آیینی نیست. همه آیین ها، همه اون چه که انسان ها بر اساس اون می اندیشند محترم هست، و تا زمانی که دین من، دین تو و دین هر کس دیگری
مانعی برای آزادی دیگری نباشه، دین او مورد احترام دیگران هم خواهد بود. وقت خوش، خدا نگهدار.